بخش نانپزی تصدی سیلوی بلخ که پس از 30 سال دوباره به فعالیت آغاز کرده است. مسئولان در تصدی سیلوی بلخ می گویند این بخش سیلو برای فعلاً با یک ماشین فعال شده و قرار است در آینده نزدیک 18 پای ماشین دیگر نانپزی نیز در این بخش فعال شود. رئیس این اداره می گوید با فعالسازی کامل این تصدی برای بیش از 400 تن به شمول 45 زن فرصت کاری ایجاد خواهد شد. الحمدلله ای که ما اینجا انتقال دادیم آوردیم یک شب و روز دو تون آرد رای نان میکنم. دیگر میخواییم که یک 18 تن دیگر هم انتقال بیتیم و قرارداد قولی اردو را ما مدی نظر کردیم و قرارداد پانتونی خصوصی با او گپ زدیم. با قماندانی انشاءالله و العزیز رفتنیستیم و به شپخانه ما میگیم که نان بیتیم و که چقدر زمیمه ماشینا را ما برابر کرده میتونیم آورده میتونیم و جوانه ما که با امرای ما کار بکند ما انشاءالله کل قطعات نظامی را نان داده میتونیم. در همین حال مقام های محلی بلخ نیز فعال سازی دوباره فابریکه های اینچونینی را جهت خودکفایی مؤثر بیان کرده و ایجاد آن را فرصت برای اشتغال زایی بیان می کنند. قسم خانه خدا جور کنیم که فامرکه های خدا جور کنیم، کارخانه های خدا جور کنیم، هر چیزی که با ما شما ضرورت داره جور کنیم که ما شما در خارج ها، در بیرون ها به هیچ چیز احتیاجت نداشته باشیم، دسترازی نداشته باشیم، خودکفا باشیم، خودکفایی خود انسان خود کوشش بکنه، شب روز خالصانه حرکت بکنه، هر کس به مسئولیت خود، هر کس به وظیفه خود متوجه باشه، شب روز انشالله وطن ما شما جور میشه. از سوی هم رئیس عمومی تصدی سیلوی مرکزی که برای گشایش بخش نانپزی سیلوی بلخ آمده است، از تلاش ها جهت فعالسازی دوباره سیلوی قندهار و بغلان نیز سخن میزند. موږ لله الحمد دا څو ورځې مخکې موږ کندهار ته سفر کړی و د کندهار سیلو بیخي هغه هم دغسي فلج وه نو الحمدلله هلته موږ کار روان کړی دی یو څو ورځې بعد موږ هلته داشونه انتقال کړي دي هلته هم افتتاح کوو او د هرات سیلو خو الحمدلله هغه سره هم قراردادونه هلته شته هغه هم فعاله کړې ده یو د پلخمري سیلو چې د هغه هم دغسي پاته ده او انشاءالله امدګي لرو چې د پلخمري سیلو هم فعاله کړو. آغاز دوباره فعالیت تصدی سیلوی بلخ با استقبال کارگران نیز روبرو شده است. امروز ما بسیار خوش هستیم که شرایط کار برای ما دوباره مهیا شد. بعد از 26 سال که فابریکه توقف بود دوباره چپنای سفید را به تن گرفتیم. آماده هستیم که بخیر کار فعالیت کنیم. مردم رنجیده ما هم از این استفاده بکنند. همین نان مورد ضرورت خود از سیلوی خود قرار داد بکنند. سیلوی بلخ. که ما هم نان با کیفیت باشه ارزان میکنیم و هم نان صحی و هم با قیمت ارزان و این هم با اقتصاد خود دولت ما فایده داره مفاد میرسانه. فابریکه سیلوی بلخ در سال 1362 به همکاری اتحاد شوروی وقت در جنوب شهر مزار شریف ایجاد شده است و تا سال 1375 نان قطعات نظامی و بخش های ملکی را آماده میکرده است.